وقوع یک انفجار مهیب در یک فروشگاه. چین به دنبال ذخایر لیتیم و مس افغانستان. تیم ملی بوکس افغانستان پس از اتمام مسابقات در صربستان به کشور بازنمی گردد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تیم ملی بوکس افغانستان پس از اتمام مسابقات در صربستان به کشور باز نمیگردد. خبرگزاری رها: اعضای تیم ملی بوکس مردان افغانستان به همراه مدیران این رشته ورزشی که ماه گذشته به کشور صربستان برای اشتراک در بازی های جهانی رفته بودند، تصمیم گرفتند که اعلام درخواست پناهندگی کرده و به افغانستان باز نگردند. وحیدالله حمیدی، رئیس فدراسیون بوکس کشور، به اسوشیتد پرس در این باره گفت: زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، همه چیز تغییر کرد. زیر سایه رژیم و حکومت جدید سخت بود که بتوانیم در رقابت های جهانی اشتراک کنیم. این گروه 11 نفره پیش از رفتن به شهر بلگراد، پایتخت صربستان، به چندین سفارتخانه اروپایی برای دریافت ویزای بشر دوستانه مراجعه کرده بودند، تا اینکه در نهایت پس از دریافت ویزای ایران وارد این کشور شده و از شهر تهران موفق به دریافت ویزای صربستان برای اشتراک در مسابقات جهانی مشت‌زنی به تاریخ 24 اکتبر الی 6 نوامبر شدند. حمیدی میگوید که طالبان ورزش مشت‌زنی را تایید نمی کنند و از این رو برای این ورزشکاران سخت بود که بتواند در افغانستان به ورزش مورد علاقهشان بپردازند. آقای حمیدی گفت که مدت اعتبار ویزه هایشان تمام شده، اما از سوی دوستان و خانواده هایشان در افغانستان توصیه شده که به کشور باز نگردند. فاینانشال تایمز: چین به دنبال ذخایر لیتیم و مس افغانستان است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که شرکت های معدنی چینی به دنبال ذخایر لیتیم و مس افغانستان هستند. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد طالبان در کابل و نماینده یک انجمن صنعتی چین گزارش داده است، گروهی از نمایندگان صنعت معدن چین در هفته های اخیر از افغانستان دیدن کردند. طبق این گزارش، در هفته های اخیر چین با طالبان در مورد کار مس عینک در جنوب شرقی کابل، یکی از بزرگترین ذخایر مس جهان که قبلا به یک شرکت دولتی چینی واگذار شده بود، گفتگو کرده است. به گفته افراد آگاه، حداقل یک گروه بخش خصوصی چین نیز برای تحقیق در مورد دسترسی به مواد معدنی دیگر به ولایت ننگرهار و لغمان در شرق کشور نیز سفر کرده است. انجمن صنعت چین گفته است که ده ها شرکت چینی درباره پتانسیل اکتشاف منابع افغانستان از جمله لیتیم پرسپال کردند. طالبان تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. لیتیم و مس منابع مهمی در فناوری های بطری های برقی و گوشی های هوشمند دانسته می شود. گفته می شود که ذخایر لیتیم افغانستان می تواند با بزرگترین ذخایر شناخته شده جهان در بولیوی رقابت کند. معدن افغانستان طی دو دهه جنگ و مشکلات امنیتی دست نخورده باقی مانده و یا هم به شکل غیر قانونی استخراج شده است. در حال حاضر پکن روابط نزدیک با طالبان دارد و یکی از اهداف این امر دسترسی چین به معدن افغانستان است. از دید کارشناسان، اما هنوز چالش امنیتی افغانستان حل نشده است. و در پایان، انفجار در یک فروشگاه در جنوب ازبکستان یک تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی کرد. رادیو آزادی: به اثر انفجار در یک فروشگاه در جنوب ازبکستان دست کم یک تن کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت اوضاع اضطراری ازبکستان در اعلامیه در اینستاگرام خود گفت که انفجار در ساختمان دو طبقه‌ای در نزدیکی شهر دینوف حوالی ساعت 4 صبح امروز رخ داده است. تاکنون انگیزه رویداد روشن نیست، اما رویدادهای ناشی از انفجار بالون‌های گاز در این کشور آسیای میانه معمول است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.